سپاس. ما آخرین بخش هفت خان رستم رو امشب به پایان میرسانیم و ببینیم که به کجا میرسیم، ببینیم که دوستان برها تصمیم میگیرند که این هفت خان رو طی بکنند که هر انسانی چاره جز این ندارد، زیرا که همان گونه که دیدیم تنها راه این بود که مردمان ایران خود به جنگ این تازیان آدمخوار برن، تازیانی که در مازندران موضع گرفته بودن و شاه سر کار گذاشته بودن به اصطلاح خودشون و دیوان بر شهرها فرمان روایی میکردن و ظاهرا مردم مازندران هم دیگه تسلیم شده بودن، عادت کرده بودن به اون سیستم اصطلاح این جهودان خزری که ما میدونیم که همون در نام های گوناگون برای اونا اومده، تورانیان غیر و غیر، همیشه هم در ارتباط با بسرا بقیه ابری ها و تازیانه که در غرب ما بودن. مازیار جان، ما شما اگر کوتاه بکنید به سیستم خودتون رو فیدبک نمید، میکروفونتون ببند، زنده و پاید. بله. خب میدونیم که اینها در همیشه تازیان در ارتباط با هم دیگه بودن، دور تا دور ما ایران ما زندگی میکردن، ایران باستان، آریاوارتا از دره هند تا مسوپوتامیا، میان رودان رو که عطا میگیم، میدونیم که از چین تا اقوام آدمخوار خزر و سکاو و توران و یو بعدها در هزارهای بعد ما 5000 سال پیش دیگه چیز رو میبینیم، سومریان و بعد آشوریان و بابلیان و ابریهای آدمخوار که خب توانایی جنگ نداشتن ولی اقوام وحشی رو تحت کنترل میگرفتن و برنامه ریزی میکردن و اونها رو سوق میدادن به طرف سرزمینهای آریایی برای دزدی و غارت و اینها و بعد سهم خودشون رو به خاطر اینکه فینانس کرده بودن و برنامه ریزی کرده بودن پشتیبانی کرده بودن اون لشکر آدمخوار رو، چاره چه ترک و چه تازی و چه تورانی و چه آشوری و چه بابلینه، برای اینکه فاینانسیر یا برنامه ریز و سیستم دهنده اونها بودن، میبینیم که سهم خودشون رو میگرفتن و بعد در زمانی که دیگه اعراب رو به ایران تازوندن، یهودیان رسته و اجاز، میبینیم که در ایران ماندند و حتی ما اعراب بیرون کردیم از طریق سلجوق و صفوی و قاجار دوباره به ایران بازگشتن. مازیار گرامی، روی صحنه عکس رستم و دیو سپید نیست، شما هر موقع خودتون وقت کردید که اون صحنه رو، اون پیکچر یا فرتور رو خودتون درست کنید. خب پس ما هفت خان رستم، خان هفتم رو، پروانه دوستان مازیا جان فیدبک میکنه. بله مازیا جان، هنوز صدای فیدبکتون میاد. عرض شود که خب دوستان، مازیا جان شما بسته نیست چیزتون، میکروفونتون بسته نیست، حالا بسته شده احتمالا. خب دوستان گرام با پوزش، خانه هفتم، خانه ششم که یادتونه دوستان، کشتن ارژنگ آدمخوار دیو بود، اینا مراحلیه که هم انسان در پهنه زندگی مازیا جان فیدبک داریم، قربونت برم. میخوان قطع کنیم دوباره اثر باز کنیم بریم؟ نه خیر، میگن نه، میگن ادامه بدی. کشتن رستم ارژنگ دیو رو گفتیم، ما میگیم که ما میدونیم که انسان در پهنه زندگی خودش از هفت خان رد میشه، از این هفت تا به پله هشتم یا پردیس برسه، انسان آزاده، انسان آریایی، انسان راستین،
انسان مرده. زنده باشی، قربونت باشه. آره صدای، آره صدای میکروفون تو میومد. حالا به هر حال و هر موقعی خودتون وقت کردید اون فرتو رو خودتون دوباره برمیگردونید. زنده و پاید. بسیار بسیار سپاس. خب دوستان با پوزش، پس ما دیدیم که از دست ارجنگ دیو چگونه خلاص شدیم. گفتیم در انسان در زندگی خود از این مراحل میگذره و در زندگی جامعه یا گروهی هم باید این راه رو طی بکنه. این تنها راه پیروزی و تنها راه زندگی با شرافت و راستین و انسانیت، وگرنه اون زندگی بیارزشی است که 60 70 80 سال و به اصطلاح به گفته مشهور کره خر میانند و الاغ میروند که فراوانند. خب با پوزش از کره خر و الاغ که موجودات بسیار خوب و فرخنده ای هستند، فقط در مثال مناقشه نیست به گفته با باستان. خب بدون بیشتر چیز میرم سر خان هفتم. پس از اون که رستم ارژنگ دیو رو کارش رو میسازه و گفتیم که دیوان در اونجا در آخرین دیو که رهبری اجنبی مازندران که در اصل همین تازیان، همین بسا آدمخواران خزری که امروز یهودیان خزری بهشون میگن و قیافشون رو نگاه کنید، همین داعش از همونجا میاد و گفتیم چچنیایی ها و انگشتیایی ها، این آدمخواران اینا که بمب منفجر میکنن، اینا همون ها. ولی خب یه عدهشون مثلا اسمشون اسلامه، کیشون هنوز جهود مونده، یکیشون نمیدونم مسیحی هم ممکن شده باشن، فرق نمیکنه، اینها اونها از نظر تاریخی عرض میکنن. و اینها تونسته بودن در منطقه شمال ایران در مازندران شاه بذارن و کارمندای دیوا و شهر هم فرمان روایی میکردن و غیره و غیره، که اون دیو گنده که نماینده تفکر تازی پست و آدمخوار و دروغگو این هاست، میبینیم که در غار تاریک زندگی میکنه و چشمش به روشنایی نمیتونه روشنایی رو ببینه. خب اینها باز میبینیم که سمبول ها چقدر دقیقه. شما بدونید که ما میبینیم که مذاهب ابراهیمی که با تورات منسجم میشن همینه، خدای تورات یهوه، زمانی که اون جهود به اسم چیز به سراغ بخش پایینی بدنشو میگیره و نمیذاره بره بالا، یعقوب یعقوب به معنای یعنی مکار مکار میگیره، که میگه به من باید قدرت اسرائیل یعنی آدم کشی بدی، که نام اسرائیل یا اسرائیل از همونجا میاد، اسرائیل یعنی جان میگه. و اون یهوه این قدرت رو نمیداده به این جهوده، به هر حال این اون قسمت پایینی بدنشو با بیزه هاشو ول نمیکنه. توراتو بخونه این دقیق متوجه میشید چی میگم. تا موقعی که سپیده میخواسته بیاد و سپیده اگه میومده روز میشده، این یهوه دود میشد، هوا میرفته. در نتیجه نشون میده که خدای جهودان همون اهریمن است که اهریمن. روز رو نمیتونه ببینه، در تاریکی شبه که به جنایت و بیشرفی و خنجر از پویزنی و کشتار و تجاوز و فاحشگی و اینها کار میکنه. چون سیستم توراتو که نگاه کنید، که بعد قرآن هم از روی اون کاپی شده و یا مسیحیت هم به شکل نوکرگونه جهودان هستند که بازم همون هاست، کتاب مسیح رو بخونید باز میبینید که Old Testament همون تورات در است، که خب یه مقدار اومدن یه مقدار تمیزش کردن. اینجا هم دقیق همون رو داره فردوسی یاد شما میده. این جریان مال 9000 سال و 8500 سال پیش، هنوز 8800 سال 800 سال، هنوز زرتشت نه، 8 زرتشت بود 8500 سال پیش در دوران گشتاس گشتاسپ بکنیم. کیانی میاد، ما هنوز پیش از اون هستیم. از آن جاگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. تا که ارژنگ دیو رو کارش رو ساخت، میبینیم که آماده خان هفتم به طرف دیو سپید داره میره. بی شک بی
تعلل، بی گفتگو، بی هیچ. جنگ این گونه است. انسان جنگ جو که برای جنگ، برای آزادی، برای بزرگی، نه جنگ برای تجاوز و آدم کشی و خوردن مال دیگران که کار تازیانه. چون همه چیز شکلش ممکنه یکی باشه، ولی این آن نیست. این همانی اون مرض روانی که در ذهن انسان امروز این تازیان انداختن با دانشگاه هایی که در غرب و در تمام دنیا دستشونه، فلسفه احمقانه قیاس استقرایی یاد مردم میدن، ارسطویی و تمثیلی و از این مزخرفات، که مغز کار نمیکنه، مغز بشر کار نمیکنه، متوجه نیست که جریان چیست، چگونه باید درست فکر کرد تا واقعیت ها رو دید. مثلا ممکنه که یکی نمیدونم یه آدم خاری بچهشو دوست داشته باشه، یک انسان بزرگ هم بچهشو دوست داشته باشه. پس میگیم که هر کس که بچهشو دوست داره مثل آدم خاره، از خوب نیست. خب این طرز تفکر، یا نمیدونم توی لیوان آب میزن، تو سطلم آب میزن، لیوان همان سطل است، این هم تفکری که امروز بر انسان عقب مونده امروز 6 میلیاردی که اینا جهودان تربیت کردن حاکمه، که اگر بشر پاشو فرا بگذاره و بتونه اون آخشیچناسی پا ایرانی آریایی یا همون دیالکتیکی که بعدن در قرون در اخیر در اروپا به اسم دیالکتیک تاریخی روشن شد، شیوه فکر کردن درست رو یاد انسان میده که از راه دانش پایه چگونه انسان با شناخت تضادها و شیوه حرکت کار تضادها بر روی یکدیگر جهان رو بشناس، شناسایی بکنه و اِوولوشن یا همون فراپویه شده به درک کنه. خب پس این پر از کینه و جنگ سر، مثل کینه و جنگ سری که تازی داره نیست، همونه جنگ، ولی جنگ برای راستیه، بر علیه تازیه، بر تازیگری، بر علیه دروغه، ولی جنگ تازی برای دروغه، برای جنایت، برای پستیه. این روشن میکنه که فرقشون با هم چیه. اباخیش برد اولاد را، همیراند مرخش چون باد را. اون اولادرم که اول گرفته بود که جای دیوار رو نشون بده و بهش گفته بود که یک چیز بهت میدم در مازندران، اگر همه چیز رو راست بگی و دست از نوکری دیوان برداری. و اولاد تا اینجا درست بهش راهنمایی کرده جاهای دیوار رو، چگونه اینا چکیان چیان. نیاسود در ره گو نیک خواه، گو نیک خواه. فردوسی بهتون میگه اینجا روشن میکنه که این برای نیک خواهیه که داره کینه و جنگ داره، نه برای تجاوز و کشتار و سوداگری و سود پرستی و شکم زیر شکمشون که تازی ها کارشون اینه. نیاسود در ره گو نیک خواه، نماینده اولاد بودش برا. اون اولاد هم جلوش میرفت راه نشون میده. چو رخشن در آمد بدان هفت کوه، بدان نر دیوان گروه ها گروه، به نزدیک آن غار بیبون رسید. ببینید غار بیبون، بیبونی این اقوام کثیف تازی رو، بیریشگی، بیبونی و این بی همه چیزی و این سرگردان بودن این اقوام کثیف تازی که هدفشون نفوذ در کشورهای مختلف و تجاوز اون کشور و خود نابود کردن اون کشور و بعد نوبت کشور دیگه میشه. این است، میگه اینا بیبونن. جایی هم که هستی جای بیبونیه، همون جایی که فردوسی بزرگ در اول هم میگه که موقعی که این تازیان داشتن میومدن، زمانی که از طرف اسلام میگه، میگه کرانه نپیدا و بن ناپدید. اینا بیبونن، بنشون ناپدیده، خودشون فقط یک چیزایی باز خودشون نوشتن و دارن و دسیسه هایی و روی اون عمل میکنن قرنها و هزاره ها. به نزدیک آن غار بیبان رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. لشکر دیو در دور اون غار بیبانند، دور اون سیاهی بیبانند. به اولاد گفتن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. تا اینجا همه چیز درست گفتی. اون اولاده میگه رستم پیلتن میگه این گونه، یکی کار سخت است ای در مرا، سزد گر بگویی تو نیک اخترا. یعنی الان سخت‌ترین جای کاره، درست بگو. به اولاد میگه کنون چون گه رفتم آمد فراز، مرا راه بنمای و بگشای راز. بقیه راز رو هم بگو، خب پنهان نکن. بدو گفت اولاد چون آفتاب، شود گرم دیو اندر آید به خواب.
زمانی که آفتاب بیاد بالا دیوه میره قایم میشه توی اون چاهش و به صلاتون غارش و جای سیاه و خواب میره، چون از گرما و نور، از انرژی خورشید فرار میکنه، از راستی که سیاهی سمبل دروغه و پستی. بر ایشان تو پیروز باشی، مگر کنون یک زمان کرد باید درنگ. یه مقدار باید صبر کنی تا روز بشه. ز دیوان نبینی نشسته یکی، جز از جادوان پاسبان اندکی. زمانی که خورشید بالا اومد بری اونجا میبینی که دیوا کسیشون نشسته، همشون افتادن به خواب مرگ فرو میرن در روز. پس دشمن این آدم خاران تازی راستیه و روشناییه، چیزی که اکسپوز بشن، حقایقی برملا بشه، ببینی که چطور اینا مثل اون دراکولا جیغشون در میاد. مثلا یه نمیدونم اسنودنی میاد و یه سری چیزای از توی مثلا چیزای مخفی رو در میاره، میبینی که چه وحشتی بر اینا حاکم میشن و میخوان بگیرن تیک پارش کنن و اینا. اینا موجود، چون این موجوداتی هست، چون این آشغالای بدبختی هست. جز از جادوان پاسبان اندکی، یه تعدادی از اون جادوگرا و آدمخوراشون پاسبانی میکنن که دیگران که یه به سرا مأمور جودان، مأمور تازیان، حالا هر کی اینا دیوان هستن، هر نامی که خواهیم بهشون بدین، همه یکیست. یه تعداد پاسبان جادو دارن، یعنی همون سازمان های اطلاعاتیشون و آدم خوراشون و چیزاشون. بدان گونه تو پیروز باشی، مگر اگر یار باشد، اگر یار باشد پیروزگر. نکرده ایچ رستم برفتن شتاب، پس جایی که نباید شتاب کرد نکرد، ایستاد. اینجا دیگه بیهودی عجله نکرد، گفت نه الان برم بکشم، با اینکه شب و اینا، گفت باشه صبر میکنم تا روز بشه. بدان تا بر آمد بلند آفتاب، تا آفتاب در آمد، سر و پای اولاد محکم ببست. باز میگه اولاد اعتماد نباید کرد، ببینید یاد بگیرید دوستان، به تازی اعتماد نکنید. موقعی که ولش میکنید دست پاشو ببندید، اطلاعاتی که گرفتید که برید کارتون انجام بدید، ببینید آخرین کارم میگن trust but verify، آخرین حرفم درست زده باشه. پس از اون که کارتون تموم شد، اون وقت خطر که رفت شد، دیوان نابود شدن، اون وقت این اولاد دیگه پشتیبانی نداره، نمیتونه کاری بکنه، یک نوکر تازیه که دیگه اربابش مرده، نابود شده. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برنشست، براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغوری چون رعد و برگفت نام. آریایی زمانی که به جنگ نامشو برمیگه و یک شمشیری خنجر عظیم به اندازه یک نهنگ از نیامش در آورد، یک چیز بزرگ، یک آلت جنگی بزرگ. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. اون با اون چیزی که از نیامش در آورده بود، با اون خنجر عظیمی که آورده، یا اون شمشیر یا هرچی که بود، به نیروی او چون نبود تابشان، ز تیغش بماندند در بیم جان. نه استاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. زمانی که انسان آزاداری تصمیم میشه بگه با این نیرو به جنگ بره، کسی جلوی جنگش جلوش نمیتونه بیسته. اینها درسه که شما این را از نظر روانی و تاریخی و فرهنگی یاد بگیرید. اینو که یاد بگیرید شما شکست ناپذیرید. و از آنجا گه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابند شید، به مانند دوزخ یکی غار دید، به مانند دوزخ یکی غار دید. فراموش نکنید در اول شاهنامه، زمانی که ما میخوایم بریم اون جهود بزرگ در اورشلیم پنهان شده به نام ضحاک ماردوش، شاه ایران فریدون مجبور میشه که از رودهای تیگرس و میار فرات بگذره و به سوی، به گفته مشهور، بیت المقدس، که فردوسی میگه تو آن را جایگاه مقدس و پاک نخوان، تو اونو جایگاه دشمن بخوان، اونجا مرکز دشمنه. میره اونجا تا این ضحاک مادوش رو به بند بکشه، به در کوه زندان، کوه دماوند زندانی کنه. و گفتیم چرا
اون زمان هنوز توان زمان کشتن دیو یا این ضحاک نیست و زمان دربند کردنش تا زمانی که زمان نابودی خود هستی به جایی برسه که اون اِوولوشن یا اون فراپویش کار خودش رو با اینها روشن کرده باشه، با این سیستم فساد و جنایت و کثافتی که تازیان روی زمین را انداختن از 12,000 سال پیش تا حالا به آخر کار خود رسیده باشه، که امروز همین گونه است، به آخر کار خود است. و اون زمان ندای سروش میگه باید زندانش کنیم. اینجا هم درست میبینید که اون کار هم که اون دیو سفید رئیس این آدمخواران توشه مانند جایی مانند دوزخه، به مانند دوزخی که قار دید تن جادو از تیرگی ناپدید. دیو سفید در اصل سیاه بوده، برای اینکه موهاش سفید بوده بهش میگفتن دیو سفید. تن جادو از تیرگی ناپدید، زمانی همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و راه گریغ. تیغش رو جلوش گرفت، نمیتونست جلو بره که پیکار کنه و نمیتونست برگرده تا به اون تاریکی رستم تا به اون تاریکی بتون عادت کنه ببینه این دیو در کجای این تاریکی پنهانه. برای اینکه شما فرض کنید وارد فضای بی‌نهایت میشید و در اونجاست که این نیروی اهریمنی تازه باید پیداش بکنید که باش بجنگید. چون چرا؟ چون اینها در پنهان کردن خود و هزار تو هزار لای قائم شدن ید طولایی دارن، چند هزار ساله که این کارشونه. چون مژگان بمالید و دیده بشست، در آن غار تاریک چندی بجست، به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از اون ناپدید. این دیو مثل کوه تو این غار افتاده بود که کل غار از اون ناپدید شده بود. به رنگ شبه روی و چون شیر موی، جهان پر ز پهنا و بالای او، رنگش سیاه، موهاش مثل شیر سفید، انگار که دنیا رو از پهنا و بلندیش این زیر خودش پنهان کرد، از بس که این مردک سیاه و گنده است، مثل یک بختک پست و کثیف بر روی کره زمین که الان چندین هزار ساله که زمین رو به این وحشت انداختن. اینا به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. دیدین به خواب افتاده تو این سیاهی و هیچ شتاب نکرد رستم که بکشتش. به جاش چه میکنه رستم؟ بغرید. غریدنی چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. خواست اینو بیدار بکشه، چون این راه آریاییه، رو به روی باش بشه، نه اینکه فرصت طلبانه همونجا در خواب سرشو ببره. سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، ز آهنج ساعد ز آهن کلاه، یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. یک سنگ بزرگ از این مثل سنگ آسیاب که در باستان با سنگ های بزرگ آسیاب می کردن گندم و غیره رو، اونو به سر گرفت و به سوی رستم شتافت اون دیو. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید که آید به تنگی نشیب. یه لحظه رستم یک ترس میاد تو دلش، یه لحظه که شاید گیر بکنه در یه تنگی پیش بیاد از این سنگی که داره بر سر اون میاد با این سرعت، ولی فقط یک لحظه است، یک درنگه. ولی ببینید که به سرعت چه میکنه رستم در مقابل این ترسش. به نیروی رستم ز بالای او بیفتاد یک را چنین میکنه، براشفت بر سان شیر ژیان، یه تیغ تیزش بزد بر میان. در لحظه ترس آشفته میشه مثل شیر ژیان، به جای اینکه بترسه عقب بره با غرش میره جلو و اون تیغ رو یا اون شمشیر رو اون چیز رو رزمافزار رو به سوی وسط اون حواله میده که پای اون دیو رو قطع میکنه، میخوره به پاش و پاش میفته یه طرف.
به نیروی رستم ز بالای او بیفتاد یک ران و یک پای او بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم. یکی مثل پیل یکی مثل شیر، یعنی خلاصه افتادن به هم با اینکه به پای اون دیو قطع شده بود. به یک پا بکوشید با نامور، با همون یک پا با نامور میکوشید، بکوشید با نامور میجنگید. همه غار را کرده زیر و زبر، تمام غار زیر و زبر شده بود از این جنگ. گرفتان بر و یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را به زیر. گرفته بود که شاید پهلوان را بکشه به زیر خودش، که کار رستم تمام بود اگه تونست این کار بکنه. در آمد به او رستم نامدار، گرفته بر او یال او استوار، اونم محکم یال او رو گرفت که نیفته. همی گوش کند اینو از آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. تن هم دیگر تیکه پاره که میکردن. اینه جنگ، اینه دوستان، این گونه پیروز میشید، یا مرگ یا پیروزی. بگن زندگی اینطوری که خب جرس کنم. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زنده ام جاودان. اگر جان من امروز بمانه انگار که من جاودان زندگی، اگر که زمان دیگری بمیرم مسئله نیست، برای اینکه من دیو سپید رو آخرین مرحله آخرین پله مهرمیترایی رو جنگ با پستی رو پیروز ازش بیرون اومدم، اون وقت جاودانه ام من. دیگه مهم نیست که انسان کی بمیره، زمانی که جاودانه به کار جاودانگی رسید. حمیدون به دل گفت دیو سپید، حالا دیو سپید چی فکر میکرد تو زنش، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از جنگ این اژدها، بریده پی و پوس یابم رها. نه کهتر نه مهتر نه نام‌آوران، ببینن رویم به مازندران. اینجا فقط در فکر جان پست خودش بوده که من از اینجا از دست این بتونم خلاص شم، این دیگه چه موجودیه بتونم از دست این خلاص شم، دیگه ول میکنم، اصلا کاری ندارم به این وضع و این که فلان اینا. یعنی جهود در آخرین لحظه عمرش فقط به فکر خودشه، خوار و مادر و برادر و بچه و فلان اینهاش رو ول میکنه و در مازندران در خواهم رفت. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد در را بدان سان نوید. تو دلش هم میگفته یه جوری من پیروز میشم، برای اینکه امید از دست نده که با رستم بجنگه، نیروش از دست نده، و با خودش نوید میداده که من پیروز میشم، بذار با اینکه پام قطع شده بذار اینو بکشم زیر و بعد در میرم. بدین سان همی داد در را بدان سان نوید. بدین گونه با یکدیگر رزم جوی، ز تنها روان بود خوی و خون به جوی. این گونه رزمجویان با هم میجنگیدن و از تنهاشون خوی عرق و خون به جوی ها روان شده بود، به زمین غار روان شده بود. ز تنها روان بود خوی و خون به جوی، تمتن به نیروی جان آفرین، بکوشید بسیار با درد و کین. سرانجام از آن کینه و کارزار، بپیچید بر خود گوه نامدار. خسته شد و بر خودش پیچید و آخرین زورشو به کار برد. رستم آخرین زورتون رو باید به کار ببنید دوستان. بزد چنگ و برداشتش نرشیر، به گردن برآورد و افکند زیر. کشید دیو رو روی گردنش و از بالا به زمین انداخت دیو رو. زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان که از تن وی برون کرد جان. چنان زدش زمین که همون لحظه دیو کارش به پایان رسید. فرو برد خنجر دلش بردارید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. فرموش کردید که جگر این خون این باید بتونه مالیده بشه به چشم کاووس شاه و پهلوانان ایران که در بند این تازیان آدمخوار و جادوی سیاه گیر کرده بوده. یا سمبولی که بسیار لایه های چیز اسطوره‌ای داره که خب بخوایم روی اینا بمونیم ما هر سفر رو باید یک سال روش بمونیم. دقیقا. جا
جگر از تن تیره بیرون کشید، همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. چو دیوان بدیدند کردار اوی، هزیمت گرفتند از کار اوی. بقیه دیوان شروع به فرار کردند، نماندند یک تن در آن جایگاه. بیامد برون رستم کینه‌خواه، گشاد از میان آن کیانی کمر، برون کرد خفتان و جوشن زبر. ز بهر نیایش سر و تن بشست، یکی پاک جای پرستش بجست. جای پاکی برای سپاس، چون کسی که به این بزرگی نائل میشه میتونه به پله هفتم مهرمیترایی برسه. باز اونجا هم منیت یا غرور بیهوده یا خودپرستی برش، که بزرگترین، یکی از بزرگترین بعد از ترس از بزرگترین دشمنان این خودپرستی است و خودبینی، بر اون نباید بتونه پیروز و غلبه بکنه. در نتیجه شروع به سپاس میکنه بر هستی، چیزی که داور دادگر، یا اون چیزی که داد، اون چیزی که داده شده به ما. در هستی داده بوده، چیزی نیست که ساخته شده و داده شده، کسی ساخته. این هستی این رو به شما داده که دادگستری و دادن از همون میاد. همه چیز داده شده به هستی، گیفت یا هدیه شده از جمله به انسان، از جمله به حیوان، از جمله به گیاه و درخت و هستی. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چون این گفت که ای داور دادگر، زهر بد تویی بندگان را پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه، توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور. تو بخشیدی ار نه ز خود خارتر، نبینم بگیتی یکی زارتر. هرچی که میاد از ما باز حقی به ما آمده و ما باید سپاس بگیم. غم و انده و رنج و تیمار و درد، زنیک و زبد هرچه آید به مرد، کمی و فزونی و نیکختری، بلندی و پستی و کنداوری، زداد تو بینم همه هرچه هست، دهش داده هستی به هستی، به وجود. دگر کس ندارد در این کار دست. زداد تو، بله، اینجا بسیار درست همخوانی داره با همون سیستم هفت مرحله مهرمیترایی که پیشتر گفتیم. هفت چاکرا یا مراکز انرژی، چرخشی انرژی انسان نیز در پیوند هست. این مرحله هفتم رو در چاکراها، همون به اصطلاح کراون سر یا سراسرهارا به اصطلاح سنتر میگن، که در این مرحله، نه تنها در مرحله مهرمیترایی، شما به پیری و دانایی، پیر دانا میرسید که خود خدا میشه، که همینجا در این چند بند ببینیم که چقدر زیبا فردوسی گفته از این داد دهش هستی که در خود رستم عجین شده و به اون مرحله رسیده و همه این کامها رو گرفته. و در واقع به درستی هم اینجا همون اون سپاس و نیایشی رو هم که میکنه و این گراتیتودی که در واقع انجام میده، این درست همون جایی هست که این چاکرای هفتم رو اکتیو و فعال میکنه و باز میکنه برای رسیدن با یکی شدن دیگه در این مرحله با هستی، یعنی با انرژی بیکران و نیروانا و به پردیس گام نهادن، جاودانه شدین. دقیقا، یعنی بی زمان و بی مکان، یا چی بهش گفته میشه بی زمان و بی مکان؟ در واقع در بیکرانگی گرزمان رسیده. گرزمان، به گرزمان، بی زمان و بی مکان. پس میبینیم فرهنگ ایران و هند باز اینجا میبینیم که کاملا یکیه، فرهنگ آریاییه و حتی زبان باستان ایران و باستان و چیز کاملا میبینیم که دو خواهره بسیار، دو لهجه هن در اصل و خواهر، سانسکریت یکیه. خب پس هم غم و انده و رنج و تیمار و درد و هم توانایی و مردی و فر و زور، اینها هرچی که با هم میگه به من داده ای، این رو از تو سپاسگزارم ای هستی. ای آنچه دادگری در هستی، نیروی داد دهش هستی. زداد تو هر ذره ای،
هر ذره مهری شود یا مهری شود. پس می‌بینید ذره اون چیزی که هستی رو به وجود آورده، ذرات هستی، اینو بخشای کوانتوم مکانیک در بخشای اول شاهنامه باز کردیم و هم در اون بخش ذره خدا یا خودتا که به اسم هیگز پارتیکل اونم باز کردیم. اینا همه هست در آرشیو ما دوستان، آرشیو فرهنگی رو نگاه کنید. در واقع این جاودانگی و رسیدن به همون نیروی کشش و مهر است. بله، زداد تو هر ذره مهری شود. ذرات که به هم چسبیدن و هستی ساخته شده از نیروی داده شده هستیه، نیروی بی‌نهایت هستی. زفرت پشیزی سپهری شود. خب این باز همون نکته‌ای که در بخش اول شاهنامه باز کردیم که جهان از نه از هیچی، مثل آشغالای ابراهیمی که میگن از هیچی خدای رفت فوت کرد همه چی درست که از هیچی، گفتیم هیچی نمیشه درستش، از 100 تریلیون زیرو رو هم کنار هم بذاری با زیرو با صفره، و ولی موقعی که ناچیزه، ناچیز از ناچیز میشه همه چیز ساخت، موقعی که به توان برسه یا اکسپند بشه یا باز بشه یا انرژی جذب کنه یا از پارل یونیورس های دیگه بتونه کانال بزنه و هستی ما رو آفریده. 14 میلیارد سال پیش، 13 میلیارد سال پیش. پس ما میگیم ز ناچیز چیز آفریده شده. و اینجا میگه زفرت پشیزی سپهر، از یک ناچیز کوچک، خب تو کوانتوم مکانیک بهش میگن یک ذره کوچکتر از اتم، یک صد هزارم نمیدونم زیر نمیدونم یک میلیمتر، یک میکروگرم، یک صد هزارم یک که بعد با نیروی در لحظه بیگ بنگ یا مهبانگ تبدیل میشه به زمان و مکان ما در پلانک تایم. اینا رو باز کردیم در صفحه اول شامل، گفتیم 10 به توان ماینس 43 به توان ماینس 43 به توان ماینس 43 منهای 43 که تایم پلانک. اینها رو برگردید دوستان به دو سال پیش ما که اینا رو باز کردیم در سپیسش 10 به توان منهای 36 اگشته بخونیم در سپیس منهای 36 باید بشه، در تایم منهای 43 است. برای اینا رو حتما به آرشیو ما در بالای صفحه tvparsi.com رجوع کنید، میبینید و کدبان اونجا نوشتن که به سفارش من از شماره یک شروع کنید که از صفحه اول شاهنامه است. بله، در آرشیو فرهنگی، در آرشیو فرهنگی در بالای صفحه tvparsi.com. خب زفرت پشیزی سپهری شود، درست همون چیزی که در هستی اتفاق افتاد و هستی ما زاده شد 13.7 میلیارد سال پیش. ستایش چو کردان گلر سرفراز و از اون که سپاس چو گفت، به تن باز پوشید هر گونه ساز، تمام ساز و برگش رو از مفزار شد و بارو پوشید. بیامد ز اولاد بکشاد بند، اولادرم اومد تنباشو باز کرد. به فتراک بستان کیانی کمند، به اولاد دادان کشیده جگر، سوی شاه کابوس بنهاد سر. جگر رو گفت نگه دار، باید ببین به سوی شاه کابوس که این خون مالیده بشه به چشم اونایی که اون تازیان کور کردند. پس تنها راه این که ما از بیچارگی و کوری و بیچارگی نجات پیدا کنیم، این خون ما رو که اینها خوردن، کتاب‌های ما رو، فرهنگ ما رو، اینجا مثل جگر این دیوه، این دوباره به ما بازگردانده بشه، چه شما دوباره به نور، به روشنایی و فرهنگ آزادگی و یا همون دعینا، چشم خورشیدگونه ما به ما بازگرده. دعینا که واژه دین بعدن از اون میاد و دین بعدن مذهب و مزخرف میشه به وسیله جهودان، مذهب ابراهیمی که ساخته میشه، اصلش چشم خورشید داینا به من، یا دین به معنای چشم خورشید گونه، انسانی که همه چیز رو میبینه، تمام راز رمز هستی رو میبینه. پس اینم از جگر اینها باید کشیده بشه در نهایت بیرون، که اینها خوردن و
با خونخواری اینها رو قایم کردن، فرهنگ اصلی رو، فرهنگ جهانی رو. بدو گفت اولاد که ای نر شیر، جهان را به تیغ آوریدی به زیر. اولاده حالا به رستم میگه که کارات کردی، حالا اون قولی که من داده بودی که من در مازندران منو یک کاری میکنی، به مازندران کس نباشد دیگر که پرخاش جوی از تو نام بر. که البته این گونه نیست، هنوز میبینیم که شاه مازندرانه هنوز سر جاشه با اینکه پشتیبانا و دیواش از دست داده و هنوز جنگ باید لازمه، تموم نشده کار. ولی میگه حالا دیگه کسی نیست که پرخاش جوی از تو نامبر، به هر کار باشی تو پیروز بخت، سزاوار هستی تو بر تاج و تخت. اینجا داره باد میکنه، رستم رو میخواد باد بکنه که تو دیگه دشمنی، فهم میکنه دشمنی خصوصی داشته رستم با اینا. میگه تو دیگه دشمن خصوصی دیگه ای نداری، دیگه کسی دیگه نمیتونه جلو تو وایسه، تو خودت سزاوار تاج و تختی و اینا. داره رستم باد میکنه، کار جهود اینه که چیز بندازه، به اصطلاح دوگانگی بندازه، سیستم رو به هم بزنه، هر شهری هر کشوری که میره سیستمشون رو به هم بزنه، پچوش کن تو گوشی این و اون، کارش چایه بسازه. کارشون اینه. سزد گر ببین یکی کار من، کجا با تو بد راست گفت بود راست گفتار من. نشانهای بند تو دارد تنم، به زیر کمندت همین بشکنم. بندایی که من بسی، اینجا حالا من غریبم در میاره که رستم دلش بسوزه، بندایی که بسی هنوز خطاش روی تنمه. به چیزی که دادی دلم را امید، همین باز خواهد امیدم نوید. اون که گفته بودی بهم، حالا موقعش بهم بده. به پیمان شکستن نه در خوری، که شیر ژیانی و کی منظری. تو همچه آدم مهمی، پیمانت که نخواهی شکست، نه پاچه خواهیم. بدو گفت رستم که مازندران، سپارم تو را از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که با هم که هم با نشیبی است و هم با فراز. هنوز کار تمام نشده، همی شاه مازندران را زگاه، بباید رو بودن فکندن به چاه. شاهی که مأمور دشمن اجنبی، مأمور این آدم خاران بوده، هنوز این شاه سربازاش تو شهران، آدم خوراش تو شهرها دارن میچن میونه مردم. هن سر دیو و جادو هزاران هزار، بیفکند باید به خنجر بزار. هنوز هزاران هزار از این آدم خارا اونجا نفوذ کردن. شما در نظر بیارین جمهوری اسلامی، ما مثلا بریم فرض کنین که خامنه ای رو بخوریم، بذار با کجی، بعد ببین بقیه جودای آخوندی که اونجا هستن، اینها میخوان چیکار بکنن؟ اینا رو که نگه دارین فردا میان دوباره بیچارتون میکنن. هنوز رستم میگه کار تمام نشد، باید پاک بکنیم این سرزمین رو. و از آن پس مگر خاک را بسپرم، وگر نه ز پیمان تو نگذرم. نگران نباش، پیمان سر جاشه تا موقعی که همه چیز باید درست باشه، که تو نری با آدم خورا دوباره یکی بشی، توطئه بکنی به علیه ایران، دوباره مازندران رو جدا کنی. تو را از این سپس بی نیازی دهم، به مازندران سرفرازی دهم. یه کار ایت میکنم برای تو مازندران. و از آن سو دو چشم بزرگان برا، که کی بازگردد گله ی رزم خواه. میره اونجا، بزرگان کاووس شاه و پهلوانان هنوز منتظرن که کی رستم باز میگرده. به پیروزی از رزم آن دیو نر، به خنجر ز یالش جدا کرده سر. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گو پهلوان شیر فرخنده پی. به شادی برآمد ز گردان فغان، که آمد سپهدار روشن روان. ستایش کنانش دویدند پیش، بر او آفرین بود اندازه بیش. چون این گفت که ای شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. اون شاه مازندران دیگه امیدی بود دیو سپید نداره. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمانده از شاه پیروزگر. بر او آفرین کرد کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. هزار آفرین باد بر زال زر پدر تو، ابر مرز زابل سراسر دگر. مرزبان زابل، زال زر بزرگ، پهلوان بزرگ ایران، که چون تو دلیری پدید آورید، همانا که چون تو زمانه ندید. بران مام کوچون تو فرزند کو بران مام کو چون تو فرزند
آموزش میخوان، چون تو فرزند داد نشاید به جز آفرین کرد یاد. با مادری که مثل تو یک فرزند داره. یادم باشه زال زر و رودابه ماه روی این سمبل مهر و آزادگی فرهنگ ایرانی ایران بودن, بودن که رستم رو میزن. بله. یا همون مردمان ایران رو. مرا هر زمان بخت فرخ‌تر است که پیل حجب رفکنم کهتر است. چو از آفرینش به پرداخت کی چو این گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم ما همان نیز در چشم من همان نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یاد چشم ما از این کوری در بیاد. تهمتن دل دیو پیش آورید و از آن خون به چشم شهندر کشید. به چشمش شهندر کشیدند خون شدن دیده تیر آن دیده تیره خورشید کن. پس باز ما دهینا به ما بازگشت. بسیار زیباست. بسیار اینها بر اساس همون فرهنگ تاریخ ایرانه و واژه شناسی و میتولوژی ایران. اسطوره شناسی ایران. شدن دیده تیره خورشید کن. دوباره اون فرهنگی که از ما دزدیده بودن ما پس گرفتیم از اونها. نهادن زیرندرش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته با رود و می همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند برزین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه. رو دوباره زمانه این که زمان جنگ ادامه ایج. توجه داشته باشین که به هشتم دقیقا بعد از هفت مرحله باز روز اینجا هشتم و همون پردیس گرزمان هست. همه برکشیدند گرز گران پراکنده در شهرها شهرها مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. اینش نک شهر آتش داده داره میگه ز شمشیر تیز آتش هم. مثل شمشیرشون مثل آتش این کسانی که در شهرهای تازیانی که در شهرهای مازندران پراکنده بودن در میان مردمان نابود کردن. دوستی هم که زمانی پرسیده بود چرا مثل تازی ها شاید این قسمت هم فکر کرده که یعنی آتش زدن شهرها رو که گفتیم اون قسمتی که گفته شاه گفته قتل عام کنین مزخرف بود و معلومه که به اضافه شده بود و سر همین تازیان بعدن به فردوسی اضافه شد. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدان گه که تیر شب آمد به تنگ گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. تمیز کردن اونجا چیزا اون مازندران رو از این کثافاتی که قرنها و هزارها کسی جرئت نمیکرد بره اونجا رو آزاد کنه از دست این دیوان. مردم اونجا رو آزاد کنه مردم آزاده اونجا. لشکر چنین گفت کابوس شاه که اکنون مکافات کرده گناه چنان چون سزا بود بدیشان رسید. ز کشتن کنون دست باید کشید. میگه کسانی که سزاشون بود سزاشون بهشون رسید اونایی که گناهکار بودن. اکنون دیگه مواظب باشین کسی دست به خون نزنه یه دفعه بیگناهی کشته نشه. ز کشتن کنون دست باید کشید. به رستم چنین گفت کاووس کی که گرد فرزانه نیک پی. بباید یکی مرد با هوش و سنگ کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران. شاه هنوز یه جای قایمه تو مازندران. اون شاه دروغین شاه جودان شاه دیوان هنوز یه جاییه. فلان این شهرهایی که این دوربر بوده اینا پاکسازی کردن از دیوان. ولی شاه سر اونجاست که شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال. فرستاد نامه به نزدیک اوی بیافروخت آن جان تاریک اوی. اینجا هنوز میگه شاید بتونی باشه مازندران دیل کنی و بگیم که پشتیبانان آدمخوار نابود شدن و بیا به راه راستی و پاکی به پیوند. میگه که شما میگه که ما کسی رو احتیاج داریم که بدونی کی بره چگونه صحبت بکنه کی با سرعت بره کی بیسته با کجا چه کار بکنه.
کسی باشه که چارگر باشه، باید بفرستیم به نزدیک این شاه مازندران، بگیم به هر حال از اون قیمکات هر جا که هست به درا و به پیوند که میرسیم به نام نوشتن کابوس به شاه مازندران که میمونه برای دفعه آینده. من با آنایی گفتگو میکردیم که ما اگه بخوایم این گونه جلو بریم یه 5-6 سال 10 سالی طول میکشه، باید یه مقدار دوستان خودشون بخونن و ما یه مقدار سلکتیو تر جلو بریم، یعنی برگزیده تر جلو بریم که بتونیم بخش های اساسی که هنوز فراوان، چون اینا همه تاریخ دوستان، هر جا شو اگه میس بکنید یعنی چیز بکنید تاریخ رو ندونستید، و جاهایی هم که خب فردوسی اون تاریخ در دستش نبوده، یه دفعه پرتاب شده از 5000 سال پیش، یه دفعه پرتاب شده به اشکانیان و ساسانیان، یعنی حتی مثلا آراتاها و نمیدونم حتی هخامنشیان رو نداشته در دست، این جهودان اینگونه نابود کرده بودن، یه دفعه 5000 سال میپره. در نتیجه همه چیز به نظر ممکنه بعض اینا که نمیدونن شاهنامه یا تاریخ رو نمیدونن ممکنه گیج بشن، ببینن یه دفعه مثلا اینجا ما داریم از زمان باستان 8800 سال پیش صحبت میکنیم، یه دفعه خیلی سریع میرسیم مثلا به دوران ساسانیان، یا خیلی هم که سریع نیست، ولی اینه که دوستان ما سعی میکنیم به صورت کرونولوژیک جلو بریم و سالها رو که در چه حدودی هستیم برای شما باز بکنیم، همجور که الان هنوز در زمان کیانیان هستیم و که بین نزدیک 9000 سال تا 7000 سال پیش کیانیان، 9000 تا 8000 سال نزدیک 1000 سال. خب ما هنوز اونجاییم دوستان، در نتیجه ما 8000 سال عقبیم، یه خورده شاید من گزیده تر انتخاب بکنم و همه رو به اون ترتیبی که تا اینجا بدون که یک خط از تو بندازیم خوندیم، از حالا کمی گزیده تر جلو برم، با اینکه گزیده منظورم این نیست که اون چیزی که نمیخونم بسیار اساسی خواهد بود. دوستان با ما شاهنامه رو باز بکنن و اون بخشاری که ما نمیخونیم خودشون بخونن، برسن به اونجایی که ما من سعی میکنم گزینش رو از این طریق که چگونگی خانایش با دیگر متون به جای مانده مثل متون پهلوی اینها یه مقدار برابری کنم که با هم این مسائل تاریخی و دانشی جلو بره، با 1000 اون چیزی که از دست جودان به در رفته و بخشیش هم به دست رو به فردوسی بزرگ رسیده بود که اونو به صورت تاریخ دقیق نوشت، هنوز یه تعداد خیلی کمی، شاید 1/10000 1/100000 اون چیزی که بوده باقی مونده، مینو خرد باقی مونده، بندهش باقی مونده، البته دستکاری و چیزای این آشغال توش فران ریختن، ولی خب خیلی راحت تا که بخونی میفهمیم کجاش مال تازیاس کجاش ای آریاییه. به هر روی پس از این 7 خانی که شما بازگشتی کردین، من هفته آینده این مسئله جستار 7 مرحله مهرمیترایی، 7 خانه رستم و 7 شاکراهای سیستم انرژی بدن رو یک برنامه یوگا، در واقع یوگای آریایی رو ارائه خواهم داد. بسیار فرخنده، پس هفته آینده در برنامه فرهنگی ما شاهنامه رو به جای اون گفتار شما خواهد بود.